بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. بله، برنامه ما حول محور نقش میراث فرهنگی جهان اسلام در تمدن بشری بود. در خدمت استاد گرامی جناب آقای مطهری هستیم. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستاندرکاران شبکه خوب هادی تیوی. ان شاء الله خداوند به آبروی اهل بیت و آبروی حضرت امیر علیه السلام الطاف و عنایات و رحمتش را شامل حال همه مؤمنین بنماید و بینندگان محترم در هر جای از عالم که هستند از لذت‌های حلال دنیا تحت عنایات و الطاف خاصه آقای امام زمان بهره‌مند باشند. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون استاد گرامی که وقتتون رو در خدمت ما قرار دادین، از اینکه قبول زحمت فرمودید. کمال سپاس و امتنان داریم از شما. بحث هفته گذشته ما در رابطه با میراث فرهنگی بود. فرهنگ رو تعریف کردین برای ما دوستان عزیز، تمدن تعریف شد و یک مطلب از هفته گذشته گفتین در هفته آینده بیان میکنیم و اوی بود که عناصر شکلگیری تمدن اسلامی چه چیزهای باعث شکلگیری تمدن اسلامی میشه. عناصر شکلگیری تمدن اسلامی رو برای ما توضیح بدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در جلسه قبل داشتیم تمدن و فرهنگ را تعریف کردیم که فرهنگ عبارت است از مجموعی از دانشها، باورها، عملکردها، اعتقادات، قوانین و آداب و رسوم زندگی، و تمدن عبارت است از آشنا شدن با اخلاقیات و رسم و رسوم شهرنشینی. و عرض شد که برای مردم کشورها در دنیا هر کدامشون فرهنگ هایی دارن، عادات و رسومی دارن، و همچنین دین مقدس اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست و مثل سایر ملت ها دارای فرهنگ و تمدن، بلکه در سطح بسیار عالی و بالا و جامع. اجمالا در جلسه قبل خدمت بینندگان محترم مطرح شد. حالا سوال اینه که تمدن اسلامی چگونه شکل میگیره، یا به تعبیر دیگر عناصر تشکیل دهنده تمدن اسلامی، به تعبیر دیگر چطور دین اسلام از چی ویژگی هایی برخوردار بوده که بشه یک دین متمدن. تمدن به اون معناییه که از عناصر شکلگیری تمدن اسلامی عبارت است از روح اجتماعی احکام اسلام، که احکام اسلام به تعبیر دیگر اینطوری بگیم کل دین اسلام برای در نظر گرفتن مصلحت جمعی در نظر گرفته شده، به تعبیر دیگر آمدن مصالح مردم را در جهت دنیا و آخرت، در دنیا در جهت علم و اقتصاد و خدمت شما عرض کنم خانواده و اخلاق الی آخر، اونم به طور کل و جامع همه رو در نظر گرفتن، نه یک عده را. لذا ما در آیات متعدد قرآن داریم، در روایات داریم. خداوند کریم میفرماید در قرآن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت برای همه عالمیان. پس اولین عنصری که تمدن اسلامی توسط او شکل میگیره روح در واقع اجتماعی بودن احکام دین مقدس اسلام، و دومین ویژگی که تقریبا به یک نحو منحصر به فرد از نظر بالا بودن و کامل بودن، تشویق زیاد دین اسلام به علم و سوادآموزی. لذا ما وقتی قرآن کریم رو باز کنیم جایگاه علم و علما را در قرآن خداوند اشارتاً بیان میکنه، بلکه آغاز نزول وحی و آغاز در واقع بعثت پیغمبر با علم و با دستور به علم و اقرأ و امثال این شروع میشه. اقرأ و ربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، و وقتی روایات رو ببینیم آنقدر در رابطه با علم و ارزش علم و جایگاه علم تأکید کردن و فضائلش رو بیان کردن که در هیچ دینی، در هیچ ملتی، در هیچ مکتب و مذهبی چنین تشویقی در راستای تحصیل علم و فراگیری علوم نشده و این خیلی مهمه، چون در پرتو علم که انسان ها رشد پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه، ترقی و تعبیر دیگر زندگی دنیا و آخرت انسان در واقع ارزشش، کمالش مبتنی به علمه. مثلا شما ببینید از نظر ظاهر امروز دانشمندان و علما هم از نظر عزت جایگاهی بالایی در اجتماع داره، هم از نظر رفاه و آسایش جایگاهی بالایی در بین جامعه بشری داره و تکامل زندگی بشر از نظر ظاهر متوقف بر علم. اگر امروز این تکنولوژی و این در واقع امکانات امروز و خدمات رو که در دنیا امروز و پیشرفت‌هایی را مشاهده می‌کنیم، خب در پرتو علم و تعبیر دیگر با جهل که چیزی نمیشه درست شد. و در رابطه با امور معنوی همینطوره و اینکه خدا چه جایگاهی برای علما در نظر گرفتن. ما روایات زیاد داریم که خواب عالم از عبادت جاهل بالاتره، یا وقتی یک عالمی از دنیا میره ما در روایت داریم که میگه با رفتن عالم شکاف در اسلام ایجاد میشه که پر نمیشه، خلای ایجاد میشه که او رو چیزی جبران نمیتونه. خب چرا؟ به خاطری که با رفتن اون عالم و اون دانشمند یک بخش از علوم میره، یک بخش از علوم دفن میشه که اگر اون دانشمند و اون عالم سالها زنده میمان، چه بسا درها، دریچه های بیشتری، راه های بیشتری از علوم را، مسائل بیشتری از علوم را برای مردم کشف میکرد و در خدمت مردم قرار میداد و تعبیر دیگر جامعه را، مردم را به سوی تکامل سوق میداد و رشد میداد و به سوی ارزش ها نزدیک میکرد. ولی میبینیم که اسلام میفرماید وقتی که، چون وقتی اسلام میگیم یعنی آنچه که ائمه معصومین نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه اجمعین در بیان میکنه، خب این تشویق به علم و جایگاه علم و ارزش علم و ارزش عالم را در جامعه هیچ دینی به اندازه دین مقدس اسلام روی توجه و دقت قرار نداده. تا حتی بالاتر از آن ما در یک روایت از نبی مکرم اسلام داریم، حضرت میفرماید که اگر کسی در راه تحصیل علم بمیرد ولی هدفش این باشد که با اون اسلام را زنده کند، من جاءه الموت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام، یک محصلی که، طلبه‌ای که در راه تحصیل علم میمیرد در حالی که نیتش این بوده که اسلام را زنده کنه، حضرت میفرماید کان بینه و بین الانبیاء درجه واحده فی الجنه، بین او انبیاء الهی یک درجه از نظر ارزش فاصله است. یعنی خدا انقدر مثلا طالب العلم میشه، یعنی طلبه هایی که درس علوم دینی میخوانن یا نه، هر کسی که توی مثلا یک دکتر یا یک مهندسی علم بیاموزه و مستر خدمت برای اسلام باشه، لیحیی به الاسلام، اسلام را زنده کنه، اسلام را زنده کنه. خب ما برمیگرده به نیات انسان ها، مثلا بعضیا شاید برای، خیلی شاید باشه برای رسیدن به جای مقام درس طلبگی بخونه، برای مثلا رسیدن به پول در دانشگاه و مثلا جاهای دیگه، این فرق میکنه، ولی هدفش زنده نگه داشتن اسلام باشه، درس میخونه که به وسیله اون اسلام را زنده کنه و تعبیر قرآن را در جامعه زنده نگه داره، دستورات دین را زنده نگه داره. پیغمبر گرامی اسلام میفرماید که یک درجه با انبیا فاصله داره و این خب انسان ببینه مقام انبیا چه مقامیه، چه جایگاهی داره و کسی که در راستای احیای ارزش های اسلامی و انسانی که در واقع ارزش های انسانی همون ارزش های اسلامیه گام برداره، از چنین جایگاهی برخورداره. پس دومین عنصری که یا عاملی که در تمدن اسلام، در شکلگیری تمدن اسلامی نقش مهم و بسزایی داره، تشویق اسلام به علمه که این هم امروز دنیا فهمیدن. سومی که وجود مبارک ائمه معصومین علیهم صلوات الله بعد از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، این را علمای عامه و خاصه، اهل سنت و اهل تشیع، حتی مسیحیون اعتراف و اقرار داره بر این که جایگاه ائمه معصومین اهل بیت پیغمبر علیهم السلام، همونطوری که نبی مکرم اسلام به امیرالمؤمنین میفرماید، در واقع خطابش، حالا هر کس روایت اینه که من شهر علمم، علی دروازه علم، یا اهل بیت خزانه داران علم الهی بعد از پیغمبر، همونطوری در این عنصر دوم عرض کردیم. خب این علم از کجا باید به وجود بیاید؟ باید عالمانی باشد که هر کس در هر سطحی به آنها مراجعه کند، زمان هرچی پیشرفت و ترقی داشته باشه، تکنولوژی هرچی رشد و ترقی داشته باشه، باید کسانی باشد که هنوز بتواند مردم را از نظر علمی و روحی اشباع کنند، دستشان را بگیرند. و این نیست و نبوده مگر وجود ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بعد از پیغمبر، همونطوری که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود سلون قبل ان تفقدون، بپرسید. یا نهج البلاغه حضرت امیر صلوات الله علیه که امروز متاسفانه یک کتابی تقریبا متروک در جامعه، خیلی بسیاری از جوانان ما، محصلین ما، باسوادان ما در جامعه نمیدانند چه کتابیه. جرج جرداق مسیحی از بزرگترین دانشمندان مسیحیت که قبل چند سال از دنیا رفت، شون نهج البلاغه رو میخوانه، بیش از 100 بار نهج البلاغه رو میخوانه، میگه هر بار خواندم به نکته جدیدی دست پیدا کردم. خب ولی ما ازش خبر نداریم. خب این کتاب با این عظمت، یا به تعبیر دیگر خیلی از بزرگان اهل سنت، از ائمه علمای عامه و اهل سنت، اینها کلماتی در رابطه با شأن نهج البلاغه و کلام حضرت امیر داره که بعد از کلام خدا در رابطه با هیچ کسی چنین کلمات گفته نشده. یا جرج جرداق مسیحی تعبیری دارد که خطاب آی دنیا، آی زمین، آی آسمان، مضمون کلام میشینه همگی شما دست به دست همدیگر بدین، یک علی دیگر بزایید به دنیا بیارید، که نمیتوانید. این تکرار شدنی نیست. و در رابطه با بزرگان اهل سنت ما کلماتی داریم که بعضیش میفرماید کلام مولایم علی با این تعبیر پایین تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوقه، یعنی حرف برای گفتن داره به تعبیر دیگر، یعنی تالی تلو قرآنه و دنبال قرآنه. که من به خودم و بینندگان محترم و جوانان و دانشمندان توصیه میکنم که به این کتاب با ارزش مراجعه کنید. در بسیاری از مسائل روز، امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، حضرت حرف برای گفتن داره و گفته. توجه دارین؟ پس یکی از عناصر شکلگیری تمدن اسلام وجود مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و چهارمین عنصری که خب اینا توضیحات مفصلی میخواد، من فقط یک اشاره میکنم فهرست دارم که آقای امام صادق علیه السلام چه دانشمندانی تربیت کرد بعد از خودش که ما وارد آن نمیشیم، و ائمه معصومین دیگر علیهم السلام. چهارمین عدم تعصب دین اسلام درباره غیر مسلمانان، که دین اسلام دین جهانیه، لذا نبی مکرم اسلام رو ببینیم، حضرت امیرالمؤمنین رو ببینیم و بسیاری از بزرگان دین را نگاه کنیم. اینها همونطوری که سعی میکردن از یک مسلمان دستگیری کنه، از یک مؤمن دستگیری کنه، از یک مسیحی دستگیری میکرد، از یک یهودی دستگیری میکرد، بدادش میرسید، در امور مادی کمکش میکرد، در امور علمی کمکش میکرد، مشکلاتش رو حل میکرد به تعبیر دیگر. یا در زمان حضرت امیر سلام الله علیه، خب قصه معروفیه که در ظاهرا بین عراق و سوریه امروز شامی بوده که خب دزدی بالاخره یا کسی میایه یا از لشکر یعنی حضرت بوده که خلخالی از پای یک زن یهودی میبره. حضرت امیر میفرماید اگر مردی، مضمون کلام حضرت اینه که اگر از این غصه صدق کنه و بمیره نباید او را ملامت کرد. حالا یک زن یهودیه که در قلمرو حکومت من علی نباید اینطوری بشه. و تعبیر دیگر وقت همونطوری که حضرت نبی مکرم اسلام رحمت للعالمین، امیرالمؤمنین رحمت للعالمین، چون نفس پیغمبره، چون جانشین پیغمبره، خلیفه پیغمبره. مسلمانان باید همین سلک طریقه رو داشته باشن، یعنی رحمت للعالمین باشه. لذا از عوامل مهم شکلگیری تمدن جهان اسلام این 4 تا ویژگی که خصوصیات دیگری هم داره، ولی خب یکی این که احکام اسلامی بیشتر مراعات حال جامعه رو میکنن و تعبیر مصلحت جامعه رو در نظر میگیرن. دوما وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. سوم تشویق به علم. و چهارم این که عدم عصبیت و تعصب در دین مقدس اسلام بین مسلمان و غیر مسلمان در رابطه با خدمات و در رابطه با روحیه همگرایی و خدمت و امثال اینها. لذا این از مهمترین عناصری بوده که تمدن اسلام بر همین شکل میگیره و این مطابق ندای فطرته. به تعبیر دیگر به هر انسان آزاده، به هر انسانی که مقید به قیوداتی که بوی جهل از او میآید، اگر مقید به چنین قیوداتی نباشه، به هر انسان آزاد اندیش و آزادمندیش اگر نگاه کنیم میبینیم که این دید رو داره و این رو تأیید میکنه که دین اسلام این چنین ویژگی و خصوصیت رو داره و همه من اینجوری فکر خواهد کرد. لذا که دین مقدس اسلام از یک تمدن جامع کامل و بالایی برخورداره که من توصیه میکنم به بینندگان محترم که برن راجع به این امور مطالعه کنن. به تعبیر دیگر دین اسلام دین جهل، دین انحطاط، دین سقوط، دین مفلوکی نیست و این که حالا گاهی مشاکلی وجود داره اون عوامل دیگری داره که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون استاد گرامی. بله بینندگان عزیز، در ادامه بحث با کارشناس محترم هستیم جناب آقای مطهری. بعد از یک فاصله کوتاه دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت پخش برنامه‌های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30. یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30. دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30. سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30. چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8 10:30 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11:30. مکتب هادی، دریچه دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. به خاطر که بحث شیرین و طولانی، یک مقداری بحث دقیقه، لذا سریعا ادامه بحث پی میگیریم که استاد گرامی، وقتی که فرهنگ اسلامی چنین شاکله‌ای داره و چنین عناصری داره که یه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ اسلامی و اینقدر ظرافت و دقت درش وجود داره، فرایند شکلگیری این فرهنگ چطوریه؟ ما چطور که این فرهنگ برای ما، این میراث فرهنگی اسلامی، جهان اسلام برای ما به وجود آمده، فرایند تشکیل دهنده این میراث فرهنگی در جهان اسلام چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما فرهنگ رو تعریف کردیم که مجموعی از رفتارها، اعتقادات، دانش، عملکردهای یک جامعه است. میراث هم همونطوری که همه بینندگان محترم و مستحضران میدانند، چیزی که از گذشتگان و اسلاف برای یک شخصی، برای مجموعه، برای یک قشر و یک نسل میمانه. با توجه به این وقتی که ما فرهنگ را تعریف کردیم، خب اولی که این فرهنگ خب چگونه شکل میگیره، خب بیان شد قبلا در دین مقدس اسلام. از ابتدای در واقع آغاز دین مقدس اسلام که ما میبینیم ارزش های دینی و فرهنگی جامعه شکل میگیره کم کم. خب این چطور برای ما بنان یک میراث فرهنگی میماند و چی جایگاهی داره؟ خب این خیلی نکته مهمی و اساسیه. ببینید میراث فرهنگی گذشتگان ما، اسلاف ما با کل زحمت و دقت، علمای ما، اندیشمندان ما، مراجع بزرگ دین، مؤمنین، آنچه که نماد دین مقدس اسلام بوده، جزء شعائر دین مقدس اسلام بودن، اینا به سختی نسل به نسل، عصر بعد از عصر، در شرایط مختلف، در اجواء مختلف، اینها را سعی میکردن که عمل کنن و اقتدا کنن به اسلافشان، به گذشتگانشان. ما نمونه های زیادی داریم که حالا وارد نمیشیم، حتی در تاریخ کشور خود ما اگه میبینیم در تاریخ کشور نگاه کنیم، گاهی بعض صفحه های بسیار تاریک را مشاهده میکنیم. اونم به خاطر اینه که یک عده خواستن این فرهنگ را و این میراث را از یک عده از انسانهای مؤمن و مسلمان بگیرن، ولی خب اونا سعی کرد اینو حفظ کنن و این میراث فرهنگی میراث که شکل میگیره و برای ما چی میمونه. چون قطعا این بحث با توجه به بحث سابقه به جلسه سابقه در هفته گذشته خدمت بینندگان محترم بودیم، لذا فرایند در واقع تشکیل میراث فرهنگی این گونه است که با اهتمام، دقت و عملکرد آنها و حفظ نسل‌های قبل از ما یا نسل قبل از نسل به تعبیر دیگر در شرایط مختلف سهولت‌ها و خفقان که اون فرهنگ را حفظ می‌کردن و خودشان می‌مردن، نسل بعدی اون راه را ادامه می‌دادن. اینجاست که این میراث فرهنگی شکل می‌گیرن. البته خب تا نسل حاضری که ما داریم زندگی می‌کنیم صدها سال قبل 700-800 سال قبل از ما در واقع خب این فرهنگ وجود داشته و شکل می‌گیره، همینطوری نسل به نسل اینا رو حفظ کردن و واقعا خدا رحمت کنه اجداد ما را، اسلاف ما را، بزرگان ما، علمای ما را که در حفظ فرهنگ ناب اسلامی زحمات زیادی کشیدن و خونهای پاکشون در این راه ریخته شدن و خفقان زیادی را بعضی هاشون مثل ائمه معصومین علیهم صلوات الله برای حفظ این فرهنگ، فرهنگ پیغمبر، فرهنگ دین، فرهنگ قرآن یا به تعبیر هم فرهنگ جهان اسلام زحمت‌های زیاد را کشیدن، زندان‌ها کشیدن، متقبل و متحمل شدن تا اینکه این فرهنگ برای چی؟ به عنوان یک میراث، به عنوان میراث فرهنگی چی به ما رسید. خب بعد از این مباحثی که از هفته گذشته تا کنون پی گرفتیم و صحبت که همه مقدمه برای این بحثه که نقش میراث فرهنگی جهان اسلام در تمدن بشری چه می باشد؟ تازه رسیدیم به اصل موضوع بحث چند روز گذشته که داشتیم. چه نقشی داره جهان اسلام، چه نقشی داشته در تأثیر فرهنگ بر تمدن بشری؟ ببینید ما قبلا تعریف کردیم تمدن را، فرهنگ را و یک اشاره کوچیک در تمدن منهای تمدن اسلام داشتیم که تمدن هست ولی از جهات ناقص بودن. وقتی دین مقدس اسلام به عنوان یک دین جامع ظهور میکنه، ما قبلا عرض کردیم تمدنی در غرب وجود داشته از زمان سابق ولی خب ببین تمدن ناقص بوده، تمدن جامع. و الان هم اینطوریه، به همون میزانی که مطابق با این دینه به همون میزان در واقع این تمدن پویایی داره، رشد داره در جهان دیگر و این هم سببش دین مقدس اسلامه که ما راهاش عرض میکنیم که چگونه دین مقدس اسلام در شکلگیری تمدن جامعه بشری امروز مثلا تاثیر داشته. یکیش راه اولش که بود تعامل مسلمانان با مسیحیان در کشورهای مثل اسپانیا، ایتالیا، سیسیل و در جنگ‌های صلیبی و آشنا شدن آنها با فرهنگ و تمدن اسلامی بود که این ارتباطات و تعامل باعث میشه که بالاخره آنها با فرهنگ اسلام، چون با علمای اسلام سر و کار داشتن، خب اینا از تمدن اسلامی و از فرهنگ ناب دین مقدس اسلام و غنی اسلام اینها خب آدمای محققی بودن، عده کثیرشان خود دنبال اینها بودن، میدیدن اونچه که جامع‌تر دنبال همون بودن. همون زمانی که حتی در زمان نبی مکرم اسلام یک عده میخواست مسلمان شد که پیغمبر جدید چی آورده یا میآمد محضر حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بعد از پیغمبر که توی که امامی اسلام شما چی داره. خب ما سوالات زیادی داریم که آنها سوال کردن، یا مناظرات با آقای امام رضا علیه السلام داشتن، با آقای امام جواد داشتن، با ائمه دیگر داشتن. یعنی بودن در طول تاریخ در میان ادیان دیگر، یهودیان و مسیحیان و یا حتی بعضی لایکین و بیدین ها که ایده دانشمندان محققین بودند که اینها دنبال در واقع کسب ارزش ها، تحصیل ارزش ها، آشنا شدن با ارزش ها بودند. ولذا در اثر تعامل مسیحی ها، یهودی ها و افراد یا در واقع نفوس بعضی از کشورها با مسلمانان هم می‌بینیم که متأثر میشن از اخلاق اسلامی، از تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی. چون عرض کردم که تمدن در بستر فرهنگ شکل میگیره. به هر میزانی که فرهنگ ناب و سالمی باشه به همون میزان تمدن یک تمدن پویا، جامع و جالب خواهد بود و بدون نقص. راه دوم ترجمه بسیاری از کتاب‌های عربی و زبان‌های دیگر، مثلا نمونهش نهج البلاغه حضرت امیر صلوات الله علیه، کتابی که شیخ رضی کلمات سید رضی رضوان الله تعالی علیه کلمات حضرت امیر رو جمع میکنه. حالا ما میبینیم مثلا اولین کسی که یک از دانشمندان مسیحی جرج جرداق با نهج البلاغه آشنا میشه مجذوب میشه با اولین خواندن اولین خطبه حضرت امیر که در رابطه با خلقت عالم که چگونه بنای عالم ریخته میشه، مراحل خلقت عالم رو حضرت در اون خطبه بیان میکنه، مجذوب میشه و عاشق میشه، ولذا عاشق حضرت امیر میشه بعد از اون و کتابی می نویسه به نام علی صوت العدالت الانسانیه یا علی صدای عدالت انسانی که یکی از مهمترین و زیباترین عناصری که در فرهنگ و تمدن دخیل و تاثیرگذار عدالت روحی عدالت خواهیه که در دین مقدس اسلام وجود داره. لذا یا مثلا نامه 53 نهج البلاغه که حضرت امین سلام الله علیه به مالک اشتر میده، مینویسه که وقت والی مصر میشه، که اون نامه امروز در مقر سازمان ملل متحد به شکل یک لایحه جامع و قوی به عنوان الگو و نمونه به تعبیر دیگر آیین نامه حکومت داری از نظر یک انسان آزاده اینه. و این که آنها میگن بسیار از کتبی که بیانگر فرهنگ ناب اسلامه و تمدن اسلامیه، آنها میگن به زبانهای مختلف انگلیسی و اسپانیایی و آلمانی اینها ترجمه میکنه و از او استفاده میکنه و تمدنشان را در واقع قسمتهایشان مبتنی بر همین چه چیزهایی که از دین مقدس اسلام، از کتب اسلامی و از میراث فرهنگی اسلامی و از تمدن اسلامی آنها گرفتن، میبینیم که رشد میکنه. به تعبیر دیگر یا اولین کس که از نظر ظاهری ساعت ساختن خود یک کشورهای اسلامی بود که برای شارلمان پادشاه یک کشور فرستاد، که تعجب کرد میگفت حسابی که در کتاب‌های تاریخ نوشته که اون پادشاه میگفت این جن داره ساعت تکان میده، داخل یک چیز گذاشتن اینا، خب یعنی قدر عقب مانده بودن. و الان اگر میبینیم میرسه، خب از چنین ویژگی های اگر برخورداره، برگرفته از در واقع تمدن ناب اسلام و فرهنگ ناب اسلامیه. و عامل بعدی که راه بعدی که باید تدریس و استفاده از کتب عربی که دانشمندان مسلمانان در آنجا تدریس میکردن. ما الان در بسیار از کشورها در طول تاریخ داریم خیلی زیاد از دانشمندان مسلمان اساتید دانشگاه های اونجاست، از نخبه های جامعه غرب و دنیای غرب. خب قطعا خب اینا اندیشه ها و مثلا داشته هایشون انتقال میدن، مردم استفاده میکنن، تمدن ها شکل میگیره و مردم ازش چی استفاده میکنن. راه چهارم آمیزش مسیحیان با مسلمانان از راه ازدواج که ما میبینیم الان در غرب و حتی در بعضی کشورهای اسلامی همینجا میبینیم که مسیحی با غیر مسیحی با مسلمان ازدواج میکنن. خب قطعا اینا با افکار همدیگر، با فرهنگ همدیگر، با معتقدات همدیگر، با سلوک و رفتار آشنا میشه و در این در چنین بستری وقتی مثلا آشنا بشه، تمدنشون رو میبینه، رشدشون رو میبینه. حالا قطعا اونایی که در بالاخره انسانهای آزاد اندیش و آزاد منشن، انسانهایی که اسیری تعصبات جاهلی و قومی و منطقه‌ای و امثال اینها نیستن، خب قطعا از اینها چی استفاده میکنن. به تعبیر دیگر اگر موشکافی درست شود بدون تعصب، و ببینیم امروز هسته اصلی و شکل دهنده اصلی تمدن جهان غرب به میزان پویاییش، به میزان جامعیت و کامل بودنش، برگرفته از تمدن چی ناب اسلامی و فرهنگ ناب اسلامی. حالا چون اینا توضیح دارد نمیدارم، ظاهرا مجال زیادی نداریم. تشکر از دیگران. انشاءالله بعد از یه فاصله کوتاه در خدمت شما هستیم. بله بینندگان عزیز، همچنان که استاد عزیز فرمودند، فرهنگ ناب اسلامی، مخصوصا فرهنگی که ریشه گرفته و دستخوش تغییرات نشده، فرهنگ ناب شیعی که از ما برای ما رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام، یک فرهنگ غنی، جامع و واقعا اگر ما سیره و روش زندگی خود را بر اساس فرهنگ زندگی که ائمه معصومین برای ما تعریف کردن به او سمت و سو بفرستیم، واقعا یک زندگی زیبا با آرامش، با آسایش و در کمال محبت و اخلاص و عشق و یعنی در جامعه همه خوبی هاست. به طور خلاصه بدم، یکی از او ویژگی های خاص که در فرهنگ شیعی وجود داره دعا هست. دعا چیزی است که نه تنها ادیان دیگه از او محرومن، حتی بقیه مذاهب اسلامی هم این فقر درشان وجود داره. بعضی وقتا آدم باید طوری با خدای خودش راز و نیاز کنه که بفهمه که من چه بگم، با چه سبک و با چه روشی با خدا صحبت کنم. خالق و مخلوق رابطه عمیقی با هم دیگه دارن، فاصله زیادیه، از یک طرف بسیار نزدیک و از یک طرف بسیار، چون خداوند باری تعالی عظیم است و ما فقیریم، لذا باید با کلام صحیحی با خدا صحبت بشه و درخواست هایمون رو به صورت خاصی از خدا طلب کنیم. چنین چیزی رو ائمه معصومین علیهم السلام برای ما ارزانی داشتن، به ما یاد دادن، آموزش دادن. یکی از اون دعاها دعای شیرین و عزیز کمیله، دعایی که در او حضرت امیرالمومنین به زیبایی به عنوان یک عاشق که از معشوق خودش تعریف میکنه و از او امداد خواهی میکنه، چیزهایی از اون میخواد که با هر زبانی گفته نمیشه، فرازهای زیبایی که انسان با خوندنش و با شنیدنش تمام وجودش به وجد میاد. گوشه ای از فرازهای زیبای دعای کمیل رو با همدیگه میشنویم و از این فرهنگ زیبایی که ائمه معصومین امیرالمومنین به ما هدیه داشته استفاده میکنیم. تا بعد از برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك كل عصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها شغلت بشمارة، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. ببین چجوری اومدم خدا، اللهم اینی اسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. بلند بقول لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت ظلمت نفسي. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. کماکان در خدمت استاد گرامی هستیم با بحث شیرین میراث فرهنگی. استاد گرامی، نقش میراث فرهنگی رو بیان کردین. مصادیق میراث فرهنگی در اقصانقاط جهان چیه؟ آیا وجود داره؟ نمونه های بارزی داریم در جهان غرب از اینکه فرهنگ اسلامی در اونجا رشد و تکاپو پیدا کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد. بله، من خیلی جواب رو خلاصه و کوتاه بگم به خاطر که بتونیم به سوالای بعدی برسیم. مصادیق میراث فرهنگ جهان اسلام ما چند تا چیز سریع عرض میکنم تا به قسمت دوم جواب سوال شما برسیم. اولین مصداقش مسجده که یکی از مهمترین مصداق میراث فرهنگ جهان اسلام و در شکلگیری تمدن و در رشد تمدن و فرهنگ هم نقش مهمی را داشته و خواهند داشت که از زمان نبی مکرم اسلام مسجد محل بیان احکام و دین و ارزش ها و حتی حل و فصل های بعضی مشاکل هم بوده. کتابخانه ها مصداق دوم میراث فرهنگی مکتبه ها و کتابخانه هاست که امروز ما این دو تا را خصوصا در دنیای در جهان غرب و در واقع کشورهای غیر از کشورهای اسلامی هم به وفور مشاهده میکنیم که مسلمانان وقتی خودشون اونجا رفتن این میراث و فرهنگی را با خودشون بردن، توانستن در اونجا تبلیغ نشه بدن. حسینیه ها، قبور، حرم های ائمه، اینا هم از دعا، قرآن، اینا هم میراث های فرهنگی جهان اسلام است یا به تعبیر دیگر مصادیق عینی که امروز موجوده و این فرهنگ ها با کل مشکلات حفظ کردن و اینها بسیار مهم در رشد و تکاپو و در رشد و تعالی و تکامل و ترقی یک جامعه و یک ملت. به تعبیر دیگر اگر تمدنی بخواد شکل بگیره در بستر همین مصادیق در واقع شکل میگیره و مهمترین مصادیق میراث فرهنگی جهان اسلام همین هاست که اینا هر کدومشون تاثیر بسزایی داره. مکتبه ها جای خاص خودش داره، حسینیه ها خوب غنی از تعریفی که محسوب مسجدیم که خیلی واضحه، کتابخانه ها، حرم های ائمه معصومین صلوات الله علیهم، قبور علما و بزرگان. خب اینها از مصادیق عینی در اقصانقاط جهان اسلام امروز وجود داره و اینا چه اثراتی داره. مثلا ما در هند الان کتابخانه هایی داریم که کتاب های در وجود داره هزار سال این کتاب عمر داره، 1100 سال این کتاب ها عمر داره، 700 سال این کتاب ها عمر داره. خب در واقع اینا چون قریبی به زمان نبی مکرم اسلام و در واقع در زمان اول دین مقدس اسلام وجود داشته، در بدایه اسلام وجود داشته و اینا گویای در واقع و انتقال دهنده اندیشه های ناب پیغمبر و ائمه معصومین و اصحاب مؤمن پیغمبر، اصحاب خاص پیغمبر برای ماست. خب اینا همون که من اشاره هم کردم، چطور شده علت فراز فرودی که در علم و فرهنگ در جهان اسلام وجود داشته که ما در یک برهه از زمان به حدی از نظر علمی و از نظر فرهنگی در غنا بودیم که بقیه می آمدن از ما می گرفتن، مخصوصا در سده 600 میلادی و قبل از او در دوران حکومت عباسی ها و امثال هم و زمان حیات حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام که اوج تعالی فرهنگ اسلام بوده. چه علتی داشته؟ دلایل این فراز فرود فرهنگ در جهان اسلام چی بوده؟ ببینید، عرض کردم که تمدن جهان اسلام که از کشورهای مثل مصر و ایران و هند و امثال اینها از بین النهرین شروع میشه، قریب به 8 قرن رهبری فکری جامعه بشری را دنیای اسلام به عهده داشته که از یک طرف انتقال تمدن‌ها از در واقع تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگر به سوی دین مقدس اسلام و آمیخته شدن آنها با این فرهنگ که در واقع دین اسلام نه تنها مفکوره خودش، فرهنگ و تمدن خودش به اونجا انتقال میده، بلکه فرهنگ‌ها و تمدن‌های در حال انقراض را در واقع تعمیر و تصحیح میکنه و دوباره چی از انقراض نجات میده و احیا میکنه و این یک خدمت بزرگ در واقع فرهنگ و تمدن اسلام به کشورهای دیگر داشته. اما راجع به سوالی که شما کردید که علت خب این فرازی که داشته قریب به 8 قرن خب رهبری تمدن ها و در واقع مجمع های فکری رو داشته، چطور گاهی جامعه به اینطوریه، گاهی فرود گاهی نزول، چرا جامعه اسلامی اینطوریه؟ خب این عوامل مختلفی درش دخیل بوده. یکی از اون عوامل همین که ببینیم که ابرقدره های دنیا کشورهای خصوصا کشورهای اسلامی را بیشتر مستعمره خودشان قرار میدادن، سعی میکنن داشته هایشان رو یک نحوی به تاراج ببرن و بردن و خب مردم را در شرایط سختی مثلا شبیه مثل آفریقا که امروز روی گنج مثل الماس خوابن ولی از طرف فقیرترین کشورهای دنیا است. خب شبیه این کارها را در کشورهای اسلامی پیاده کردن، جنگ ها خب اینا اجازه نمیدادن که تمدن طوری که هستن شکل بگیرن. وقتی تاریخ رو بخونیم مثلا خیلی از کشورها مستعمره انگلیس بودن، فرانسه بودن، بعضی کشورهای مثل آلمان امثال اینها. خب چرا خب چی می‌خواستن آنها؟ خب یکی از مهمترین عوامل فرودش و عوامل نزول و انحطاط در واقع و نابود شدن تمدن‌های جهان اسلام چه بس آثار فرهنگی جهان اسلام همین در واقع طمع و حرص ابرقدره‌های دنیا به قدرت و ملک و پول و ثروت و دارایی و شهرت و سیاست و جنگ امثال اینها بودن. و علت دومش هم یک عده از درون جهان اسلام، از داخل جهان اسلام هم خب یا جاهلانه یا عامدانه و مغرضانه در رسیدن آنها و عوامل بیرونی برای نابود کردن این تمدن ارزش ها چی کمک و فعالیت میکردن. ما نمونه های زیاد رو داریم دیگه که خب مثلا نمونهش افغانستان امروز، خب 20 سال کشورهای ناتو اومد در افغانستان خب چیکار کردن؟ هیچ خدمت نتونستن انجام بدن نمونهش. خب هر کدامشون به تعبیر دیگر وقتی به کشورها هجوم می‌بردن و مستعمره خودشان می‌ساختن، اونا در صدد خدمت و یا به تعبیر دیگر پیریزی یک تمدن ناب جامعه و خدمت به جامعه بشری نبودن، اونا دنبال مقاصد جزئی و شخصی یا نهایت منطقه‌ای خاصی خودشان بودن. و این جنگ‌ها و که در اثر جنگ‌ها خیلی از دانشمندان کشته می‌شدن، خیلی ها فرار می‌کردن، می‌رفتن همین طور که بودن، خب اینا ناامن می‌شدن، می‌رفتن به جای دیگر. حالا یک مثال اینجا شاید صلاح باشه نباشه بزنم بگم، کسی پدری از سوال کردن که سازمان ملل چی نهادیه؟ گفتن که سازمان نهادیه که خانه شما رو خراب می‌کنه بعد برای شما خیمه توزیع می‌کنه، پای شما رو قطع می‌کنه بعد برای شما عصا میده. از بابش غیر کسی گفته بود. گاهی بعضی کشورها این کار می‌کنه بر قدرت‌های دنیا. لذا اگر ما می‌بینیم که تمدن‌های تمدن ناب اسلامی در کشورهای اسلامی دچار رکود و فرود شده و میشه گاهی سیر صعودی و نزولی داره، مهمترین عاملش دخالت دیگران در اینجا و این فاصله گرفتن خود مسلمانان از ارزش‌های ناب اسلامیه که اونان خب البته عواملی درش چی دخیل بوده که شاید عوامل دیگری هم درش دخیله که نمیدونم مجال برای توضیح بیشتر هستن. خب الان رسیدیم به جایی که فرهنگ اسلامی به دست ما رسیده، میراث گذشتگان آمده به دست ما رسیده، چطور از این فرهنگ حفظ کنیم؟ چه ضرورتی داره که ما این فرهنگ حفظ کنیم و برای آینده ها به میراث بگذاریم؟ ببینید من قبل از این که سوال شما را این سوال شما جواب بدم، در ادامه اون سوال از باب فهرست چند تا نکته عرض کنم که عوامل فراز و فرود و سقوط تمدن ها خصوصا تمدن جامعه اسلامی چی بوده. من از باب نمونه بیارم بینان یک آدرسه، یکی خب ظلم و ستم بوده که من عرض کردم، بعد تکذیب پیامبران و نافرمانی الهی در طول تاریخ و در دین مقدس اسلام، عدم توجه به اصل به امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین عامل در واقع سقوط تمدن اسلامی بوده که اینا باید اینا باز بشه و تاثیراتش خیلی جای بحث مفصلی دارن. ارتکاب گناه و سقوط اخلاقی دنیا پرستی و خوشگذرانی، برتری طلبی و غرور، اینها از عواملیه که تفرقه و اختلاف اینها از عوامل سقوط فرهنگ است. دقیقاً نکته مقابل اینها رو وقتی برجسته کنیم میشه عوامل چی؟ سقوطش. که اینا از باب ادراکش چون مجالی نبود من توضیح ندادم. اما در رابطه با سوالی که فرمودید آیا ضرورتی برای حفظ میراث فرهنگی هست نیست، با توجه به تعریف فرهنگ و مصادیقش را که برای بینندگان محترم بیان کردیم، که قرآن، دعای مسجد حسینیه هاست، حرم های ائمه، کتابخانه هاست، وقتی ما جایگاه همینا که بفهمیم بعد متوجه میشیم که ضرورت داره یا ضرورت چی نداره، بلکه اشد ضرورت و نیاز احساس میشه به این که میراث های فرهنگی باید به دقت تمام باید مورد توجه قرار بگیره. اما در پرتو همینها زنده ایم. مثلا وقتی فرهنگ میگیم، فرهنگ یعنی هویت یک ملت، هویت یک مذهب، هویت یک دین. با این در واقع این فرهنگ ها خب بخوایم هویت اسلامی ما زنده بمانه، تا اصول چه زنده بمانه، باید قرآن رو حفظ کنیم. که داریم میگیم ما به میزان اهتماممون به قرآن و دقتمون به قرآن وقتی مراجعه کنیم به آیات قرآن، به روایت، چه جایگاه قرآن داره، چه اثراتی داره در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی، در بعد علمی، در بعد اخلاقی، در بعد اقتصادی. عجیبه شما برید بس معاملات بررسی کنید که یک جامعه اگر معاملات درست و تعامل درست، داد و ستد خوبی داشته باشه، نیاز جامعه چطور از بین میره، فقر چطور زائل میشه، ربا چطور از بین ببریم، برای با سارقین چیکار کردن، با کم فروش ها چی گفته، بریم با قرآن مراجعه کنیم. و یک از مشکلات ما همینه که از قرآن فاصله گرفتیم. خب ما به هر میزان اگه بخوایم که اصلا هویت یک مسلمان، قانون اساسی یک مسلمان قرآنه که در بستر اون قرآن ما اهتمام به مساجد میبینیم، اهتمام به حسینی ها رو باید ببینیم، اهتمام به مکتبه ها و علم در میبینیم، اهتمام به قبور رو میبینیم، مایات زیادی داریم. اینجا خب شبهه وهابیت مطرح میشه که شیعه ها رو به قبر پرست امثال اینها میگن. از قرآن بی خبر نکن، یک بحث جدایی است که در قرآن اولین مسجدی که بنا میشه و مثلا مردم توسل میکنن روی قبر قبور اصحاب کهف یا قبر اصحاب کهف در اون غار بوده، یک بحث جداگانه است. به تعبیر دیگر این فرهنگ ما هویت ماست، این هویت ما در بستر قرآن، در بستر مساجد که خیلی مهمه، که خیلی مهمه، در بستر حسینی ها، در بستر دعا، در بستر مکتبه ها که باید اهل تحقیق و جستجو باشیم، در بستر قبور علما، ائمه معصومین و حرم ها ما چی باید احیا کنیم. یعنی به هر کدام از اینها باید توجه خاصی بشه، به همون میزانی که ما به اینها توجه کنیم و اینها رو زنده نگه داریم، به همون میزان یک جامعه پویا، جامعه متعالی، در واقع متکامل، پیشرفته و متمدن خواهیم بود. و تمدن مستقل، نه تمدن به تعبیر دیگر بعضی تعبیرات داشتن که غرب زده حالها، نه تمدن مشوب و آلوده، تمدن جامع، ناب و کامل. اینها در بستر احیای همین میراث های فرهنگی چی شکل میگیرن و ما میتونیم ان شاء الله اگر به اینها درست مراجعه کنیم، زندگی شخصی ما، خانوادگی ما، اجتماعی و همچنین در بعد اقتصاد، در بعد علم، در بعد اخلاقیات خودمون چی نگه داریم و رشد و کمال برسانیم. و الا اینطوری نیست. شما ببینید واقعا دستوراتی که اسلام میده در رابطه با زندگی اجتماعی، حفظ اموال مردم، اگر همین ها مراعات شود اصلا نیاز به قفل نیست، مردم مغازه‌هاش قفل کنه، اصلا چیز مردم گم نخواهد شد. اینا به همین میزانی که از ارزش‌های قرآن و از میراث‌های فرهنگی ما فاصله گرفتیم، به همون میزان ما انحطاط و در واقع سقوط را در تمدن اسلامی و در جامعه اسلامی شاهد بودیم. که البته خب اینا توضیحات زیادی داره، ظاهراً مجالی برای توضیح بیشتری نداریم فکر کنم. تشکر از شما استاد گرامی، خیلی ممنون که وقت با ارزشتون رو در خدمت ما قرار دادین. ما کمال استفاده رو بردیم از بیانات شما. متاسفانه به قول شما این مطالب همه نیاز به شرح و تفسیر داره و وقت کمی و ما هم معذوریم از شما. بله بینندگان عزیز، همچنان که استاد عزیز فرمودن فرهنگ اسلامی یک فرهنگ غنی و وافره و ما باید کوشا باشیم برای حفظ این فرهنگ، فرهنگی که برگرفته شده از متن و اصل دین مبین اسلامی، نه او چیزی که در گذر زمان بین ما و شما رواج پیدا کرده و دستخوش بعضی از تغییرات قرار گرفته. انشالله که همه ما و شما عامل به فرهنگ ناب محمدی و فرهنگ ناب اسلامی باشیم. انشالله که این قدم ها، این فرهنگ سازی و مقدماتی برای ظهور و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه و انشالله که همه ما و شما از جمله سربازان واقعی حضرتش باشیم. در این شب و روزها ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. از همه شما التماس دعا دارم. یا علی مدد التماس دعا.